پیروز نهاوندی یا فیروز که با لقب ابولؤلؤ نیز شناخته می شود، ارتشبد سلسله ساسانیان بود که تحت فرمان فرمانده کل ارتش ساسانیان یعنی رستم فرخزاد خدمت می کرد. خب دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا چنل حقایق تاریخیه و شما اگر به تاریخ علاقه دارید لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که از دیگر ویدیوهای چنلمون هم مطلع بشید. نام اصلی آن بزرگوار پیروز نهاوندی یا فیروز نهاوندی و کنیش ابولؤلؤ است و لقبش شجاع‌الدین و یا در نزد برخی بابا شجاع‌الدین معروف می‌باشد و این به سبب شجاعت منحصر به فرد وی در آن اقدام بزرگ بوده است. اصلیت وی ایرانی و زادگاهش شهر نهاوند می باشد. زمانی که سپاه عرب پیروزمندانه از نبرد نهاوند باز می گشت، سراسر میدان نبرد پر از خون ریخته شده ایرانیان بود. در رابطه با جنگ نهاوند نیز باید گفت که این جنگ در سال 21 هجری بین سپاه ایران و سپاه عرب در حمله عرب به ایران در نزدیکی نهاوند که منطقه کوهستانی است اتفاق افتاد. جنگ نهاوند که مسلمین آن را فتح الفتوح نامیدند، یکی از مهمترین جنگ هایی است که بین عرب مسلمان و ایرانیان اتفاق افتاده است. ابن عسیر در خصوص علت این نامگذاری می نویسد: مسلمین فتح نهاوند را فتح الفتوح نامیدند، زیرا بعد از آن ایرانیان هرگز نتوانستند جمع شده و در برابر عرب بایستند و پس از این جنگ بود که مسلمین سراسر کشور ایران را تصرف کردند و امپراتوری ساسانی به طور کامل فرو پاشید. پیروزی در این جنگ توانست راه ورود عرب به مناطق داخلی ایران را هموار کرده و غنایم بسیار زیادی نصیب مسلمانان سازد. نهاوند شهر بزرگی بود که در سمت قبله همدان واقع است و بین این شهر تا همدان 14 فرسخ راه است. امروز این شهر میان 4 شهر خرم‌آباد، همدان، عراق و کرمانشاه قرار دارد. پیرمردی همراه با عده دیگری از اسرا دست و پا در بند توسط عرب به پشت جبهه حمل می شد. اما در آن لحظه تازیان متوجه نشده بودند که آن پیرمرد یکی از فرماندهان سپاه ایران بوده است. زمانی که آن پیرمرد کشته‌ها و اسیران خردسال ایرانی رو دید، گفت: عمر، جگرم را به آتش کشید، سوگند که قلبش را در خواهم آورد. در این لحظه بود که جرقه‌های انتقام از فرمانده دشمن در دلش دمیده شد. اما این اولین باری نبود که او اسیر شده بود. یک بار در نبرد با رومیان نیز به اسارت در آمده بود. به همین خاطر عده‌ای نیز معتقدند که او از زرتشت به مسیحیت گرویده بوده است. پیرمرد به بردگی مغیره ابن شعبه گماشته شد. مغیره به دلیل اینکه پیرمرد دستان قدرتمندی داشت، آهنگری و نجاری بلد بود و هنرهای بسیاری داشت، به او لقب ابولؤلؤ داد. در آن زمان عمر ورود ایرانیان به مدینه را ممنوع اعلام کرده بود، اما با اصرارهای فراوان مغیره و به دلیل اینکه هنرهای فراوانی را بلد بود، عمر با ورود او به مدینه موافقت کرد. پیروز نهاوندی بارها از ظلمهایی که توسط اربابش به او میشد به عمر شکایت میبرد، اما جوابی نمیشنید. زمانی که دختران و خواهران ایرانیش رو در کوچه های شهر میدید که دست دست به کنیزی عرب گرفته شدند، روحش در آتش میسوخت. به گواهی تاریخ پیروز بعدها به بردگی عمر در آمد، تا آنجا که عمر روزی 2 درهم به او پرداخت می کرد که مبلغ بسیار زیادی بود و او تا آنجایی توانسته بود اعتماد عمر رو به دست آورد که اجازه می داد در پشت سر او و در کنار یارانش نماز بخواند. در یکی از همان روزها عمر از او پرسید: می گویند تو بسیار هنرمند هستی، می توانی برای من آسیاب بسازی؟ پیروز نهاوندی لحظه اندیشید و فکری به ذهنش رسید. بعد از آن بدون درنگ گفت: چنان آسیابی برایتان بسازم که آوازش در غرب و شرق تنین انداز شود. در اینجا 2 نظریه مختلف وجود دارد که نظریه دوم صحیح تر به نظر می آید. عده‌ای معتقد هستند که پیروز همزمان با ساخت آسیاب خنجر 2 سری ساخت و وقتی عمر برای دیدن آسیاب آمده بود، با آن خنجر عمر را به قتل رساند و در هنگام فرار با دلاوری تمام 6 تن از محافظان عمر را نیز هلاک کرد و 6 نفر دیگرشان را زخمی نمود. اما نظریه دوم که عده‌ای معتقدند پیروز در مسجد به عمر حمله کرد و با 3 ضربه او را کشت
و سپس به سرعت از میان جمعیت عبور کرد و هر کس که میخواست بر او شمشیر بکشد ضربتی وارد نمود. پیروز پس از گریختن از مدینه 11 سال در ایران به طور پنهانی زندگی کرد. زن و فرزندانش را سپاهیان عرب پیدا کردند و به بهانه انتقام جویی از عمر به قتل رساندند. پس از سالها روزی مکان وی نیز لو رفت و به محاصره درآمد و کشته شد. عده‌ای نیز معتقد هستند زمانی که خود را در محاصره عرب دید خودکشی کرد و در آن لحظه بود که روحش به جمع همراهان و یارانش مانند رستم فرخزاد پیوست. خب دوستان عزیز، اگر از این ویدیو راضی بودید حتما این ویدیو رو لایک کنید. به آخر این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خیلی خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. دمتون گرم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.